بعد از ظهر روز 8 شهریور 1360 اعضای شورای امنیت ملی طبق معمول هر یک شنبه به ساختمان نخست وزیری اومدند و جلسه آغاز شد. کمتر از نیم ساعت از شروع جلسه گذشته بود که انفجار مهیبی همه چیز رو دگرگون کرد. هنوز کسی نمیدونست واقعا چه شده. همه میدونستند که محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر هم در جلسه بودند، اما نمیدونستند که اونها زنده‌اند یا نه. چند ساعتی طول کشید که خبر شهادت رجایی و باهنر و دیگر همکارانشون تایید شد و مردم به سرزنان و با چشمانی اشک‌آلود به خیابون‌ها اومدند. غمی عمیق بر دل مردم نشسته بود. مادر اینا کاری نکرده بودن. مادر جا ببینم چه خاک برزرم. این دل منو خورک نمی کنه. این حرفا دل منو خورک نمی کنه. اما رجایی که بود و چه کرد که شهادتش اینقدر بر مردم گران آمد؟ محمد علی رجایی سال 1312 در خانواده معمولی و مذهبی در قزوین به دنیا اومد. پدرش مغازه کوچکی اجاره کرده بود و لوازم خراطی می‌فروخت. اگر در تمام بازار قزوین از کسی می‌پرسیدی که عبدالصمد چه جور آدمی است، همه می‌گفتند مرد درستی است. خدا پیغمبر سرش میشه. خانواده رجایی‌ها زندگی ساده ای داشتند. دستشون به دهنشون می رسید و جای نگرانی نبود. اما وقتی محمد علی 4 ساله شد، ناگهان پدرش از دنیا رفت و کار سخت شد. حالا گرین خانوم باید جور پدر رو هم می کشید و نمی گذاشت پسرک خورد سالش جای خالی پدر رو حس کنه و زندگی بر او تنگ بگیره. محمد علی که 14 ساله شد، همراه مادرش به تهران کوچ کردند تا هم بتونه بهتر درس بخونه و هم کاری پیدا کنه که کمک خرج مادرش باشه. توی تهران کار آنچنانی پیدا نکرد. اول توی یک آهن فروشی شاگردی کرد و بعد راه افتاد در محله‌های فقیرنشین پایین شهر و دست فروشی کرد. به نظرش کار بود. همین که درآمد مختصری داشته باشه تا چرخ زندگی به چرخ کافی بود. روزها کار میکرد و شبها میرفت دبیرستان شبانه. چند سال بعد با درجه گروهبان سومی کارمند پیمانی نیروی هوایی ارتش شد. از کارهای نظامی چندان خوشش نمی اومد، اما مجبور بود بره چون مزایای مالی خوبی داشت و تا حدی خیالش راحت بود. در همین دوره با آیت الله طالقانی آشنا شد و از اون به بعد مرتب توی جلسات تفسیر قرآن و سخنرانی‌ها شرکت می‌کرد. توی همین جلسات بود که برای اولین بار به طور جدی چیزهایی درباره مبارزه با حکومت شاه شنید. در همون سالها تصمیم گرفت به دانشگاه بره. در کنکور شرکت کرد و در رشته آمار دانشسرای عالی قبول شد. وقتی در سال 1341 با دختر یکی از دوستان پدرش ازدواج کرد، از نیروی هوایی بیرون اومده بود و چند سالی از استخدامش در آموزش و پرورش میگذشت. معلمی همون چیزی بود که از سالها پیش دلش میخواست.
یک روز بهش پیشنهاد دادند که در مدرسه کمال تدریس کنه، مدرسه‌ای که مرتضی مطهری و مبارزان دیگری در آن تدریس می‌کردند. محمد علی می‌دونست که چه کسانی در این مدرسه کار می‌کنند و برای همین پذیرفت و با اونها آشنا شد. اونها روز به روز فعالیتشون رو بیشتر می‌کردند و وقتی ساواک به صرافت افتاد تعدادی از مبارزان انقلابی رو دستگیر کنه، محمد علی رو هم دستگیر کرد. اما این دوره چندان طول نکشید. کمتر از یک ماه بعد قیام 15 خرداد رخ داد و ساواک برای آرام کردن انقلابی ها ناچار شد زندانی ها را آزاد کنه. محمد علی که از زندان آزاد شد، مبارزاتش رو از سر گرفت، اما عرصه تنگ شده بود. نمیشد کار چندانی کرد. سال 52 که ساواک شروع کرد به دستگیری دوباره مبارزان، چند سالی بود که با انقلابیون همکاری میکرد. اونها در خانه رجایی جلسه میگذاشتند، جزوه مینوشتند و تکثیر میکردند. بالاخره این کارها براش دردسر درست کرد. ساواک او رو به جرم انتشار و توزیع کتابهای ضد پهلوی دستگیر کرد و به کمیته مشترک ضد خرابکاری برد. کمیته جایی بود که بهش میگفتند آخر خط. بیشتر کسانی که به اونجا برده میشدند زود اعتراف میکردند و به زندان میرفتند. اما محمد علی 2 سال در کمیته ماند. هر کاری میکردند اعتراف نمیکرد و اسم کسی رو نمیبرد. همه میگفتند این دیگه چه آدم سرسختیه که این همه وقت در کمیته و زیر اون شکنجه ها دوام آورده. در 5 سالی که در زندان بود، مدام به خاطر حرفهایی که درباره شاه و رژیم میزد شکنجه میشد، اما کوتاه نمی آمد. 28 آبان 57 به دلیل اعتراضهای گسترده مردم، ساواک بار دیگه کوتاه اومد و بسیاری از زندانیا رو آزاد کرد. از زندان که بیرون اومد، چند ماه بعد امام خمینی به ایران بازگشت و انقلاب پیروز شد. اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده. با تشکیل دولت موقت، مهندس بازرگان رجایی رو به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کرد. آقایان وزرای جدیدم هستن. آقای عرض کنم آقای رجایی که بود قبلا خدمتتون نرسیدن، آموزش پرورش. عرض کنم آقای دکتر حبیبی. رجایی تنها کسی بود که سابقه ای طولانی در آموزش و پرورش داشت و از انقلابی‌های سرشناس بود. رجایی آدمی نبود که در کابینه بازرگان جایی داشته باشه و شاید اگر دکتر شکوهی به دلیل بیماری استعفا نمی‌داد و دست بازرگان خالی نمی‌موند، هیچ وقت آدمی مثل اون رو انتخاب نمی‌کرد. رجایی برای کابینه دولت موقت وصله ناجور بود. حتی ظاهرش هم با باقی وزرا تفاوت داشت. دو دست کت و شلوار ساده و ارزان قیمت بیشتر نداشت و همیشه یکی از اونها رو میپوشید. کروات نمیبست و خیلی صاف و ساده حرف میزد. وقتی وزیر شد، اول همه مدارس ملی رو دولتی کرد. محتوای کتابهای درسی رو تغییر داد و سعی کرد به آموزش و پرورش سر و شکل یکسانی بده. همین دولتی کردن مدارس ملی برای دیگر اعضای دولت موقت که تقریباً مهمترین مدارس ملی قبل از انقلاب در اختیارشون بود، گرون اومد. از او انتقاد کردند، توبیخ و تهدیدش کردند. اما رجایی آدمی نبود که به فکر مصلحت و سازش باشه. باکی نداشت که بیرونش کنند. میخواست تا وقتی هست، اونطوری که درسته عمل کنه و فکر عاقبتش نباشه. مدرسه مال شخص من نیست، مال جامعه است. این معلومات برای جامعه است و تعطیل کردنش مستقیما در رابطه با جامعه است. من به عنوان همینقدر که مسئولیت دارم توصیه میکنم که اعتراض بکنیم، ولی نه در ساعت درس و نه به صورت بستن مدرسه، بلکه هر طور جامعه آزاد این کار کردن ما هم میتونیم از اونا درس بگیریم یا خودمون حتی یه شیوه جدیدی به وجود بیاریم. اسفند ماه 1358 قرار شد انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. تا اون موقع قانون اساسی نوشته و تصویب شده بود و ابوالحسن بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور انتخاب شده بود. محمد علی از آموزش و پرورش رفته بود و میخواست به عنوان نماینده مردم تهران
در مجلس حضور پیدا کنه. تنها جایی که نام رجایی در اون برده شد، فهرست نامزدهای ائتلاف بزرگ نیروهای خط امام بود. هفته گروه‌های سیاسی و احزاب با معرفی کاندیداهای مورد نظر انتخابات برگزار شد و رجایی به عنوان نفر 12 از حوزه انتخابی تهران وارد مجلس شد. در این دوره بیشتر وقت مجلس صرف تدوین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و از این دست کارها شد. اما مسئله مهم دیگری که باید حل می‌شد، تعیین نخست وزیر بود. بنی صدر تا اون موقع چند نفر از جمله جلال الدین فارسی، مصطفی میرسلیم و سید احمد خمینی رو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرده بود، اما هر کدوم یا به دلیلی توسط نمایندگان رد شده بودند یا انصراف داده بودند. احمد خمینی اولین پیشنهاد بنی صدر بود، اما امام در نامه کوتاهی اعلام کردند که بنا ندارند نزدیکانشان در امور کشور پستی داشته باشند و اگر احمد آزاد باشد بیشتر میتواند خدمت کند. در این دوره بود که برای اولین بار رجایی برای پست نخست وزیری پیشنهاد شد. چند روز بعد آیت الله بهشتی در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که نخست وزیر باید مکتبی و متعهد باشد و بعد از آن فهرستی از پیشنهادات حزب جمهوری اسلامی را اعلام کرد که محمد علی رجایی نفر دوم این فهرست بود. بعد از آن هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در مصاحبه‌ای تلویزیونی تعریف کرد که در مجلس نظرسنجی غیر رسمی انجام داده است و از 150 نماینده‌ای که در مجلس حضور داشتند 107 نفر با نخست وزیری رجایی موافق بودند. کابینه یعنی نخست وزیری معرفی کنی و نخست وزیر فرصتی داشته باشه با فرصت مطالعه کنی، افراد همکار خودش رو پیدا بکنه، باشون مذاکره کنه سیاستش رو. بنی صدر چاره‌ای نداشت جز اینکه پیشنهاد معقول نمایندگان را بپذیرد و روز 19 مرداد رجایی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. وقتی که دوره نخست وزیری مهندس بازرگان تمام شد، من خیلی دلگیر بودم و به اصطلاح خودمون دلخور بودم که یک انقلابی شده، سرمایه گذاری شده، مردم این همه حاضرن کار کنن و ما برای نخست وزیر شدن در این جامعه این همه اشکال و ایراد داریم. این بود که یه روزی برادرمون خامنه‌ای همینطوری در یه نشستی صحبت شد، من این مطلب رو گفتم که واقعا کار اینقدرها که اینا سخت میگیرن سخت نیست و جامعه ما میتونه همونطور که انقلاب کرده میتونه حکومت کنه، همونطور که خراب کرده میتونه بسازه. آقای خامنه‌ای هم همینطور گفتن که بله تو هم میتونی نخست وزیر باشی. گفتم بله هیچ اشکال نداره میتونم باشم. من که در وزارت آموزش پرورش تجربه کرده بودم و فکر میکردم که اگر انسان واقعا به این انقلاب معتقد باشه و انقلاب رو قبول داشته باشه، رهبریش رو به خصوص به عنوان مرجع تقلید پذیرفته باشه، کار براش بسیار ساده است و اون رو در وزارت آموزش پرورش. فردای آن روز رجایی به مجلس رفت تا رأی اعتماد بگیرد. رأی گیری درباره نخست وزیر نامزد شده به مجلس جناب آقای رجایی است که ضمن اعلان آمار گلدون‌ها را آماده کنید برای رأی گرفتن و میدونید که طبق آیین‌نامه رأی هم با ورقه و مخفیه و باز هم تذکر میدیم کبود علامت مخالفت، سفید علامت موافقت و زرد علامت ممتنع بودن. نتیجه استخراج آرا جمع آرای متخذه 196 رأی. توضیح میدیم که چند نفر بعد از آمار وارد جلسه شدند. آرای موافق 153 رأی. آرای مخالف 24 رأی.
آرای ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت. آقای رجایی، شاهد بودیم که امروز مجلس به برای نخست وزیر شما رأی تمایل داد. ما می‌خواستیم ابتدا بفرمایید که در جلسه غیر علنی که در گذشته داشتین در مجلس شما چگونه معرفی شدین و خودتون برای اینکه این هیئت شما رو در نظر گرفته و چگونه خودتون رو شناسوندین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه دوستانی که میخوام من رأی بدن بهتر بشناسن که من چطور فکر میکنم، در سه جمله خودم رو معرفی کردم و اون اینکه من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور هستم. مجلس در مجموع برخوردهایی که با من داشت و شناختی که از قبل از من داشت، من رو به عنوان نخست وزیر کاندید و معرفی کرد. در این رابطه ضمن اینکه خودم رو فرزند مجلس میدونم، باید ارتباط با هموطنانم رو از همینجا برقرار کنم که من در حقیقت فرزند مردم هستم. در آن روز رجایی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، اما اختلافاتش با بنی صدر از فردای آن روز آغاز شد. بدیهی بود که آن دو آبشان به یک جو نمی رود. رجایی آدمی مذهبی تر و انقلابی تر از بنی صدر بود و برخلاف او گرایشی به هیچ حزب و گروهی جز نیروهای واقعی انقلاب نداشت و طبیعی بود کسانی را برای وزارت انتخاب کند که چندان به مزاج رئیس جمهور خوش نمی آمدند. نمایندگان همه گروه های انقلابی و خط امام از جمله سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمی قم و دیگران را دور هم جمع کرد تا درباره کابینه‌اش بحث و مشورت کند. کمتر از 10 روز بعد فهرست وزرای کابینه رجایی آماده بود. فهرست را خدمت امام برد و صلاح و مشورت کرد و بعد تقدیم مجلس کرد. بنی صدر از این رویه رجایی به شدت انتقاد کرد. بنی صدر می‌خواست نظراتش را برای انتخاب وزرا به رجایی تحمیل کند، اما رجایی زیر بار نرفت و کار خودش را کرد. او نمی‌خواست افراد معلوم الحالی را که از دوستان بنی صدر بودند به کابینه‌اش راه بدهد. جنگ شاید مهمترین مقطعی بود که آنها را رو در روی همدیگر قرار داد. روزهای سخت ابتدای جنگ مجالی برای خودخواهی‌های بنی صدر شد. او اصرار داشت که ارتش باید در جنگ شرکت کند و دخالت نیروهای دیگر لزومی ندارد. اما رجایی و فرماندهان سپاه، کمیته و بسیج به این حرف اعتقادی نداشتند. آنها می‌دیدند بخش عمده‌ای از کشور به اشغال عراقی‌ها در آمده و رئیس جمهور کماکان شعار زمین بدهیم، زمان بگیریم سر می‌دهد. برادران و خواهران که هر روز به وسیله این دشمن متجاوز کافر بمباران می‌شین و عزیزان خود رو از دست میدین، بدونید که تمام مردم کشور پشتیبان شما هستند، تمام مردم آماده هستند که در این راه جلو بیان و مثل شما در راه شما تلاش کنند. رجایی در این دوره از راه دیگری وارد شد. نیروهای نظامی در اختیار او نبود، اما دولت را که داشت. او تولید کنندگان داخلی را مجبور کرد که نیاز جبهه‌های جنگ را تأمین کنند. کار دیگری که باید می‌کرد این بود که صدای مردم ایران را به گوش کشورهای دیگر برساند. جلسه شورای امنیت سازمان ملل جای خوبی برای این کار بود. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ما در شرایطی به اینجا آمده ایم که کشورمان در میان آتش ده
از سوی دولت بعث نامردمی عراق می سوزد. ما از پشت این تریبون به مردم جهان اعلام می کنیم که تجاوز نظامی عراق بخشی از توطئه های پیاپی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلابمان می دانیم. اما جنگ تنها مسئله آن روزهای کشور نبود. فضای باز سالهای اول انقلاب بستری بود تا گروه‌های مختلف در گوشه و کنار کشور جنگ و خونریزی بپا کنند و هر گوشه‌ای از کشور را برای خودشان جدا کنند. قائله ترکمن صحرا و گنبد کاووس، سیستان و کردستان چیزی نبود که بشود ندیده گرفت. از طرفی گروه‌های سیاسی دیگری هم بودند که به هر بهانه‌ای دست به آشوب و خرابکاری می‌زدند. رجایی باید به این چیزها هم رسیدگی می کرد. برای این کار دو رویکرد اساسی در نظر گرفت. اول، حل اختلافات و دلگیری های بین گروه های سیاسی و دوم، مبارزه مسلحانه با آنها که تفنگ دست گرفته بودند و حل من مبارز می طلبیدند. در همین روزها بود که سران منافق سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق دست به عملیات‌های مسلحانه زدند و با بهانه و بی بهانه کشت و کشتار به راه می‌انداختند. ریشه این اختلاف‌ها در تفکر و نگاه متفاوت رجایی با بنی صدر بود. رجایی خیلی تلاش کرد تا این مسائل حل و رفع شود، اما بنی صدر کوتاه نمی‌آمد. شمایی که از چماغدارها نیستید اطراف اونها رو تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن. سخنرانی شروع شده، یه عده ای اومدن شعار دادن. بله، شعار دادن بر ضد رئیس جمهوری. کار بدی کردن؟ این کار بد رو اجازه میدادیم پلیس بهش میرسید، اجازه میدادیم مقامات مسئول بهش میرسید. ما که باید خود اولین شخصی باشیم که رعایت قانون رو به خصوص در مجامع عمومی میکنیم. کسانی که منصفانه به سخنرانی نگاه میکردن و در هیچ یک از دو جناح مشهور نبودن، از همون ابتدا خود میدیدن که چگونه در این سخنرانی حرکت میشه. وقتی کار بالا گرفت، امام بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد و 10 روز بعد در 31 خرداد 1360 مجلس با اکثریت آرا و تنها یک مخالف طرح عدم کفایت بنی صدر را تصویب کرد. آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا. نمی دانستم در جنته اینها چی است. پس از آن امام در پیامی کوتاه بنی صدر را رسما از ریاست جمهوری عزل کرد و قرار شد انتخابات زود هنگام برگزار شود. یک هفته بعد انفجار بمبی در ساختمان حزب جمهوری بهشتی و تعدادی از یارانش را به شهادت رساند و اوضاع از قبل وخیم‌تر شد. 72 یار حق فدا شد، ایران سراسر کربلاست، روح خدا صاحب عزاد. 20 روز بعد شورای نگهبان اسامی کاندیداهای با صلاحیت برای ریاست جمهوری را اعلام کرد و رجایی یکی از آنها بود. نیروهای خط امام همگی بر انتخاب رجایی تاکید داشتند و جو آن روزها طوری بود که تقریبا همه می دانستند که رجایی با رأی بسیار بالایی نسبت به رقیبانش به ریاست جمهوری خواهد رسید. رجایی تبلیغی برای انتخابات نکرد، تنها در یکی دو مصاحبه برنامه هایش را اعلام کرد. به عنوان مقلد امام، فرزند ملت و هماهنگ کننده سه قوه،
برای پذیرفتن مسئولیت جدید آمادگی خودم رو اعلام کردم. دوم مرداد ماه 1360 دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و رجایی 13,000,761 رأی از حدود 14,800,000 رأی را به دست آورد. صبح روز 11 مرداد محمد علی رجایی به جماران رفت تا حکم ریاست جمهوریش را از دستان امام بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس بی حد از الطاف کریمه خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که هر چه زمان می گذرد و مشکلات افزون می شود بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتیبانیشان از جمهوری اسلامی که فراورد فداکاری های خودشان است افزوده می شود. از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول تا آنجا که در توان دارم بکوشم. در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزایم. رجایی بعد از آن به مجلس رفت تا در برابر نمایندگان به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کند. دو روز بعد محمد جواد باهنر را که وزیر آموزش و پرورش کابینش بود به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. یکی از آرزوهای بزرگ ما برآورده شد که جمع متشکل و همفکر و همگام برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی انشالله آماده شدن و منم امیدوارم انشالله که موفق بشید در این ماموریت. لکن مردم به جای برنامه دادن عمل میخواد. هیچ دیگه شما ها عذر ندارید، ما هیچ کدوم دیگه عذری نداریم. در طول این مدت عذرهایی بود و واقعا هم عذر بود. مردم دین خودشون را به جمهوری اسلامی تا کنون ادا کردن، به تکلیف خودشون مردم عمل کردن. اشکال در ما هاست، باید ما جواب مردم رو بدیم. مردم به آقای رئیس جمهور اون شور و اون طور رأی دادن و به حق هم رأی دادن، برای اینکه آقای رئیس جمهور رو از خودشون میدونن. او در روزهای بعد چندین بار به جبهه‌ها رفت تا از مناطق جنگی دیدن کند و حرفهای رزمنده ها را بشنود. گوش کنید بچه ها، من امروز که رفته بودم جبهه و
همینجوری هم بودیم صحبت داری میکردیم راجع به اونچه که در کشور میگذره من توصیه میکنم شما روی امام فشار بیارید، یعنی درود بر رجایی رو ول کنید، امام رو در جامعه زنده نگه دارید، یاد امام رو، حس امام رو، مشی امام رو. دیدار با علما و مراجع تقلید و شنیدن نصایح آنها درباره اداره دولت یکی دیگر از برنامه‌های آن روزهای رجایی بود. لندن انگلستان از چرچیل 90 ساله از افکار و استفاده میکرد، با اینکه مصدر هیچ کاری نبود واخه، اما یه جلسه که داشتن، جلسه شورایی میفرستادن با او مشورت میکردن. به این رشته را مستدعی هستیم که داشته باشید که مشورت بشه در این جریانات، مشورت بشه هم با روحانیگی، هم مشورت بشه با رجال با تجربه ما که در گوشه خانه ها افتادندیم. باید استفاده کرد از اینها، اینا هزار تا خطا کردن تا یه تجربیاتی پیدا کردن. و نمیدونم چرا از فانتونتون شما استفاده نمیکنید در این جریان. گاهی ولو هیچ کارم نکنه و یه گردش بکنه ترسک از امام، فانتون هم قد صداش که بیاد یه ترسک است، خیلی مؤثر است که اینها مرعوب واقع بشن. ولی اینا رو دیگه به نظر قاصر خودم دارم عرض میکنم، البته ما فرزند وارد خب این امور نیستیم، یه کسی هستیم با این کتابا سر کار داریم. شما با قوت قلب مشغول باشید به اصلاحات، انشاءالله این انقلاب ما انشاءالله یه جایی برسه. در 28 روز دیگر بیشتر وقتش صرف اصلاح الگوی هیئت دولت شد. او به همراه نخست وزیر و وزیرانش آماده می شدند تا برای اولین بار در جمهوری اسلامی دولتی کارآمد و انقلابی را به مردم نشان دهند، که جلسه بعد از ظهر 8 شهریور ماه این کار را ناتمام گذاشت. منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. لا و انا الیه راجعون. رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا
هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد. و خدا اون چنان آبرویی در پاسخ به این فداکاری به او بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.